اینجا کیسو است، یکی از قریه های محروم و دورافتاده ولسوالی کیتی ولایت دایکندی. باشندگان این منطقه با مشکلات فراوان خشکسالی، کمبود امکانات صحی و کمبود مکتب و مدارس دست و پنجه نرم میکنند. ما در منطقه کیسو به سر میبریم نزدیک یک 26 خانوار هستیم. سید آباد هم بینی اندازه 60-70 از جزیره ظفر هم. کمابی و خشکسالی مشکل عمده ای است که باشندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند. ما بسیار سال خشکی را به سر میبریم که گندم های ما دو و یا سه و چهار و خورده همه از بین رفته. فعلا یعنی خیلی در عذابیم. آیا خوردنی که ما چهار خانه زندگی میکردیم یا پنج خانه، برای فعلا یک چهار منه را در یک و نیم دقیقه تکمیل پر میکنه، باره نمیکنه. و این هم برج هم را ساله نمیدونم 28 هم را یا چند است متاسفانه ما اطلاع ندارم. یه خود جا دستان چی؟ دستان رو خوش کنشن یه هم دستان دیگه نمی رقم هستیم. دیگه از دولت خواهش مندیم که صدای ما را آقای ماهدی و دستان دارکان محترم در جایی برساند که ما خیلی وضعیت ما خرابه. خشکسالی و کمابی باعث شده است تا حیوانات این مناطق کاهش یابد و باشندگان آن با مشکل مواجه شوند. مالی هم که داشتیم برای فیلن مالها علف میخواه و کا میخواه. یعنی می رقم حساب زندگی هست. فیلن در ما این برک رمضان حضور داریم. وطندارا سه یا چهار خانه از فامیلی از وطن خوش کرد طرف ایران رفته. که یک شیم گرفتار دو شید به نام محمد اعتمادی بود و دیگرایش هم بنده خدا آدمی کابول اینجا هست. یعنی مردم در این حاله. خلاصه می رقم گرفتار ها هستیم دیگه. بادام و محصولات درختی این منطقه نیز آسیب دیده است. بادام اینام که در این برادرها خوب بود دیگه نزدیک یک دو خروار یا کمتر می گرفت. این سال که همه زرد شده آقا میکنه همه خوره. همین جا کلان چند مشخص معلوم است که تمام مردم شاییده. می رقم دیگه بادام زردالو که به کلیه جستنن بار ندار. سیویست و زراحت دیگه و ایچی هم نیه. کمبود آب و خشکسالی و عدم موجودی علفه باعث شده است تا مواشی این منطقه با قیمت ارزان به فروش برسد. مالگاو خوب مالگاو که عرف نیست مالارم هم باید دهیم خوبتر بود. امیال بسیار قیمت ارزان هم مبینم برای چرا که لاغار گوشنه یا اینا دیگه کس خلدار هم ندارن. خلدار جا طرفی نومش بود یا طرفی میده بود. فقط این گاو یا کم مقدار خوبتر است که میگوهای چه ها طرفی ولایت کابل میبره. دیگه از حساب مال هم خواه. هیچ به درد نمارد. این اوتندارای از ما میاره با گفت شاید سهنه هم که همون طور خانه است که در هفته یک دوا گوشت نیستن نمارد. یا این خورما بخوره برای فامیل و خانواده یا لباس بخوره. کسانی است که نمیاره برایشون لباس مالتو گفته بخیر نتونسته از مطب منفق شده بنده خدا این حال از بیدن اما قدر نداره. خدا شرایطی ما دیمی خوشسالی موزل دیگر رو نیز بار آورده است و آن هم ترک خانه و کاشانه و مهاجرت در شهرها و کشورهای دیگر. وضعیت کاری دیگر نیست. آب که نبود کار نیست دیگر. آقای مهدی کار که اصلا نیست دیگر. خب کار از پروژه دولت باشه که یا مثلا مدرسه یا این یا پولچه یا دیگه یا سرک. سرک هم تو پارسال بود تمام شده دیگه. کار برای فعلا هیچی اصلا وجود نداره. برای کار یا ما را ایران یا ما را مثلا دکتی کار به اونایی که استرا داره چاکنیم نه دیگه مونه یا ما را ولایت کار مونه تقریبا نزدیک یا ما را شاید سهنه این که 28 نفر از وطن داره از ما دمی ولایت کار میکنن. اونو میجده نیلی هست. با موزد بسیار ناچیز دیگه اونم دیگه خلاصه کارگرای فنی هم دیگه مردم اونم تا بیکار هست از اسپانیان هم مجبور میشن مارا ایران. قسمت او خوشکیوی چی کمکای دی منطقه فعلا نیاز است؟ در منطقه اینجا برای او که برای فعلا که اج کاری نمیشن. اگر چا بیز نالکشی کنن نالکشی که نرمو نداریم. چا هم که اینجا دوست دارن چا داخلی لطخانه پارک هست پایدمون زمین خود زده کنن مال خود چیه. این حالا ما مجبور و مکلف مگر او قدم شونه خوب بریم در اکتراف دیگه دیگه آره تک کنیم اگر رای نیست از جایی که هم هست اون جا بود پیشنهاده های داده بودی برای چای آب برای کلینیک و برای برق سولری اینها را گفتی اینا گفت که برقای سولری برای شما منفعت نداره. خلاصه این مال دو سال یا سه سال پیش
پیشنهادها را رفتی، پلنده را جور کرد و تا هنوز که جوابه نمده، ولی برای فیلن بسیار به شاید سخت به سر مبرین. احالی این منطقه با مشکلات صحی نیز دست و پنجه نرم میکن. عدم موجودیت کلینیک های صحی باعث شده استا برای گرفتن یک گولی که 10 افغانی قیمت دارد شاید 4000 افغانی کرای موتور مصرف شده باشد. از نظر کلینیک علمی حالا ما از این زکیتی و نه خوب مرتقه دیدین شما. از اینجا که ما اونجا موریم باید ساعت 3 شب باید باز موری که نوبت میسر نماشد مردم به تلفن کار کار اجرا کنم از بخش شکنم به خیلی خیلی یعنی میجی نفر یعنی میجی نفر یا سر زایمان هم در میجی منطقه پارسا آجا پیرسان از اینجا رفته که دکتر نفر. باشندگان منطقه مرکزی با کمبود آب آشامیدنی و آب زراعتی مواجه شدند. آنها از حکومت و نهادهای بین المللی خواهان کمک و توجه ویژه و عاجل هستند. در صورتی که کمک های بشردوستانه به این مناطق وارد نشود، بسیاری از باشندگان مناطقشان را ترک کرده و بعد دیارهای غربت آواره خواهند شد. سنترال افغانستان، نوار مرزی ولایت دایکنده و هلمند، کیسوی، کیتی. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.